سرخط خبرها. وعده ایلان ماسک برای پیگیری پوشش اینترنت ماهواره‌ای بر فراز ایران. استریت تایمز: ایران نفت خود را با تخفیف سنگینی به چین عرضه می کند. نماینده مجلس: گشت ارشاد نتیجه جز ضربه برای نظام نداشته است. و به غارت رفتن خانه ترامپ. مشروع اخبار: وعده ایلان ماسک برای پیگیری پوشش اینترنت ماهواره‌ای بر فراز ایران، همزمان با واکنش گسترده مقامات سیاسی و چهره‌های هنری، اجتماعی و ورزشی به کشته شدن مهسا ژینا امینی، ایلان ماسک رئیس شرکت اسپیس ایکس خبر داد این شرکت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به ایران درخواست خود برای معافیت از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را ثبت خواهد کرد. تجربه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را پیش از این مردم اوکراین در شرایطی که حملات روسیه اختلالات شدیدی را در اینترنت به وجود آورده بود داشتند. وبسایت نسپلاکس که محدودیت‌های اینترنت را در جهان رصد می‌کند، دوشنبه 28 شهریور از قطع کامل اینترنت در سنندج، مرکز استان کردستان خبر داد. متعاقباً کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران از کند شدن سرعت اینترنت در اکثر نقاط کشور خبر دادند. استریت تایمز: ایران نفت خود را با تخفیف سنگینی به چین عرضه می کند. خبرگزاری استریت تایمز به نقل از منابعی نوشته است که ایران برای دفاع از جایگاه خود در بازار نفت چین هر بشکه را 5 تا 7 دلار با قیمت کمتری از نفت روسیه به پکن عرضه می کند. روسیه که در ماه‌های اخیر بزرگترین تأمین کننده نفت چین شده، سهم ایران از فروش نفت را کاهش داده است. استریت تایمز در این زمینه خبر داده است که نفتکش‌های ایرانی در آب‌های مالزی و اندونزی هر بشکه نفت را در مقایسه با روسیه 5 تا 7 دلار با قیمت کمتری می‌فروشند. به گفته واندانا هری، بنیانگذار شرکت واندانا اینسایتس، میزان نفت ایران در آب‌های آسیا بیانگر میزان خوشبینی تهران به احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. نماینده مجلس: گشت ارشاد نتیجه جز ضربه برای نظام نداشته است. رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت تا راجع به گشت ارشاد صحبت میکنیم میگویند حضرت آقا مخالف بدحجابی است. ما هم مخالف بدحجابی هستیم. کجا حضرت آقا از گشت ارشاد صحبت کرده است؟ یک اشاره یا یک جمله بیاورید که حضرت آقا از گشت ارشاد تعریف کرده باشد. حضرت آقا که با کسی تعارف ندارد. جلال رشیدی کوچی در خصوص ابعاد حادثه فوت مهسا امینی و عمل کردی که گشت ارشاد در طول سالیان گذشته داشته است بیان کرد: بنده در ابتدا باید بگویم که اگر راجع به گشت ارشاد صحبت میکنم و مخالفت میکنم، به منزله موافقت با بدحجابی نیست. به معنی مخالفت با قانون حجاب هم نیست. بنده این را خطاب به افرادی که قصد دارند صحبت‌های بنده را تفسیر به رأی کنند مطرح می‌کنم تا در ته گوش خود فرو کنند. بنده مخالف حجاب نیستم. علت این تفسیر به رأی نیز این است که حاضر نیستند که در خصوص واقعیت‌های جامعه که در حال رخ دادن است بحث کنند. در اولین جلسه کمیته‌ای که در مجلس برای پیگیری فوت مهسا امینی تشکیل شد، دوستانی از نیروی انتظامی حضور داشتند. ما به جد میگوییم که باید قبول کنند که نیروی انتظامی از ناحیه گشت ارشاد در حال آسیب دیدن است. شجاعانه ترین کاری که یک فرد میتواند انجام دهد این است که در وهله اول اشتباه خود را بپذیرد، سپس در جهت رفع خسارت گام بردارد. و به غارت رفتن خانه ترامپ. به گزارش آرشا تودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: به زودی به مارالاگو می روم تا غارت و ریخت و پاش غیر ضروری که در اتاقها و سایر قسمتهای خانه اتفاق افتاده را بررسی کنم. وی ماموران FBI را به نقض متمم 4 قانون اساسی متهم کرد و نوشت: پس از تفتیش ماموران FBI، امارت هم هرگز مثل قبل نخواهد شد. این رئیس جمهوری سابق آمریکا با ابراز تأسف گفت: آنها امارت را غارت کردند و وضعیت و شرایط آن در مقایسه با روزی که ترکش کردم کاملا متفاوت است. ماموران FBI حتی کفش‌های خود را در اتاق خوابم در نیاوردند.